امروز سه‌شنبه است، با یک شخصیت برجسته قرار دیدار داریم همیهنانم که در یکی از معتبرترین مراکز دانشگاهی جهان کار میکنه، آقای دکتر عباس میلانی عزیز، که همه ما با آثار درخشان و در این دوران آشنا هستیم. تشیع پس از جمهوری اسلامی، میخوام ببینیم که تشیع چه سرنوشتی پیدا میکنه و بعد از رفتن جمهوری اسلامی. اجازه بدید همینجا سلام بلند بالا داشته باشم با آقای دکتر میلانی در استنفورد. درود بر شما دکتر میلانی عزیز. سلام به شما قربان و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور و پخش شده در جهان که هستن. ممنون، تشکر میکنم. تو چه میدانی یکی از آثار برجسته شما تحقیق و تفحص و نگارش زندگی شادروان امیر عباس عبیدا نخست وزیر ایران 24 ساعت قبل اونو اعدام کردن. بله بله 24 ساعت. ممکنه قبل از که وارد این بحث بشه به نظرم به شکلی هم ارتباط پیدا میکنه با گفتگوی ما، بفرمایید حالا بعد از این مدت آثارتون نوشتی تو چقدرم نمیدونم چند چاپ شد، احتمالا بیش از 20 بار تجدید چاپ شد نیست دکتر میلانی؟ تا اونجایی که شنیدم بیش از 30 بار شده. بله 30 بار. سی بار البته تو اونجایی که من میدونم 30 بار به طور رسمی چاپ شده، ولی نسخه های مخفیانش خیلی بیشتر از اینها. قرار بیا اثری بوده که بیشترین توجه رو برانگیخته. حالا بعد از این همه سال که دوباره به کار خودتون نگاه میکنید و اطلاعات تازه‌ای که به دست آوردید، به شما میخوام ببینم که الان روایتتون چیه؟ در اساس روایت به گمان من هنوز همونه، یه جزئیاتی پر شده در واقع رو متوجه شدیم، نقش آقای خمینی در این ماجرا روشن‌تر شده، نقش خلخالی روشن‌تر شده، نقش هادی قفاری مسجل‌تر شده به عنوان کسی که تیر خلاص داده و کلن اون فضای خوفاوری که در اون زمان بود، اون ترور و خفقانی که در اون زمان بود، هر روز ابعادش بیشتر شده. ولی در اساس به گمان من اونجایی که من متوجه شدم حرف همون است که در اون زمان بود دیگه. یعنی یک انسانی است که میخواست به ایران کمک بکنه، خدمت بکنه، ولی مقامش هم خیلی دوست داشت، آدم درستکاری بود، هیچ کس شبهه فساد مالی درش نمیدید، آدم بسیار بازدکاوتی بود، آدم کتاب خون و کتاب خوندهی بود، با بسیاری از روشنفکران برجسته اون زمان و هنوز روشنفکران بعضیشون زنده هستن و خوشبختانه برجسته هم کماکان هستن مشهور بود و به بدترین شکل ممکن قصابی شد، یعنی در واقع ترور شد. من فکر کنم شاید اگر دوباره می نوشتم کتاب رو تنها واژه‌ای که تغییر می دادم به جای قتل یا اعدامش می گفتم ترورش، برای اینکه اون قفاری که اونجا نشسته و از اون بدتر قفاری مجریه، یه آدم درجه سیه که مجری این قتل بوده، ولی قاضی اون دادگاه خلخالی بوده و از خلخالی مهمتر رئیس مملکت، کسی که خلخالی آدمی رو منصوب کرده و ازش حمایت کرده، شخص آقای خمینی است. آقای خمینی است که مسئول این قتل هاست، مسئول قتل هم او هم همه اون کسانی که به دست امثال خلخالی از دم تیغ گذشتن، کسانی که در زندان ها از دم تیغ لاجوردی های قصاب گذشتن، کسانی که در زندان ها چند سال بعد از دم تیغ قصابی به نام رئیسی برگشتن گذشتن، مسئول همه اینها ولی فقیه حاکم اون زمانه، کمون که مسئول همه قتلهایی که بعدش شده ولی فقیه حاکم فعلی است، شخص آقای خامنه‌ای. اون رو من فکر میکنم اگر الان دوباره کتاب رو منوشتم با این فضایی که ایجاد شد و اطلاعاتی که پیدا کردیم با شرح دقیق تری منوشتم. تو چه می‌دونی وقتی
این اثر شما رو آدم میخونه، یا وقتی الان من با شما صحبت میکنم احساس میکنم که هرچی بیشتر در زندگی این آدم تو رفتید، یعنی عمیق شدید، بیشتر بهش احساس انس کردید، چون واقعا آدم فریخته ای بود و اهل کتاب بود، اهل دان که کتاب فروشی فرانسوی بود در تهران، آقای حاج سید جوادی که از دشمنان آقای خمینی بود، هر وقت میرفت کتاب بخره کتاب فروشی بهش میگفت این کتاب رو قبل از تو خمینی گرفته و داره میخونه، یعنی اثری نبود در فرانسه منتشر بشه که مهم باشه و خمینی در ایران نخونده باشه. من احساس میکنم شما یه نوع انس بهش پیدا کردید، نیست؟ حتما از این جنبه، حتما از بابت کتاب خون بودنش و علاقه من بودنش قطعا همینطوره بهش انس پیدا کردم. مثلا حتما یادتون هست دیگه دلیلی که اصلا کتاب نوشته شد اینی که آقای یاشاتر از من خواستن که مقاله مربوط به هویدا رو برای ایرانیکا بنویسم در 2500 کلمه. وقتی شروع کردم روش کار کردن واقعا دیدم این اصلا با اون تصوری که خود من داشتم، من از خودم شروع میکنم، سوزن فقط به خودم میزنم، من تصورم که یه من آدم ساده چاپلوس میگو بله شخص اول مملکت فقط اعلیحضرت هم، شخص دومی هم نیست و چیزه، با یک نگاه کاریکاتوری ازش. وقتی رفتم تو، هرچی بیشتر رفتم تو، دیدم تصور من تصور باطلیه، این آدم بسیار پیچیده تری بوده، برادرش آدم بسیار بسیار پیچیده تری بوده، یکی از روشنفکران واقعا گمان من تراز اول صده بیست ایران فریدون هویدا بوده. یعنی وقتی که نصف روشنفکرای ایران اسم کاید سینما رو نمیشناختن، این یکی از بنیانگذاران کاید سینما بوده، یکی از اولین روشنفکرانی بوده که در اونجا مقاله می نوشته. یعنی یه آدم درخشانی فریدون بوده، یه آدم درخشانی خود امیر عباس بوده. همین چند وقت پیش از آقای گلستان میشنیدم که میگفت در 1946-7 در اون حدود میرفتم خونه تبری، با هم تو مازندران مسئول حزب توده بودم و تو اونجا یک کتاب دیدم، کتاب رو در آوردم، یک کتاب فرانسوی دیدم، فرستندش به تبری هویداست، هویدا برای تبری در اون سال کتاب فرستاده بوده و گفتم تبری پرسیدم این کیه، گفته از دوستان ماست. یعنی کسی که از 1946-47 اونقدر در سطح روشنفکری مطرح بوده که با رهبران حزب توده هم رابطه داشته و بعد ادامه پیدا میکنه این فضای فکریش، ادامه پیدا میکنه و در واقع من فکر میکنم یکی از دلایلی هم که شاه بهش خیلی علاقه داشت اینی که دقیقا یک روشنفکر بود و شاه یه رابطه خیلی جالبی با روشنفکر را داشته، یه خیلی درش میخواست روشنفکر را جلب بکنه و این یه روشنفکری بود که تمام چیزهای روشنفکری رو داشت، با اینکه میگم امثال آل احمد اونقدر تنگ نظر بود. آل احمد میگه که کتاب فریدون هویدا، یکی از رمان‌های درخشان فریدون هویدا که جایزه ادبی مهمی هم در فرانسه برده، میگه این قابل بررسی نیست، مستحق بررسی نیست، برای اینکه این برادر نخست وزیره. من که برادر نخست وزیر بودن چیکار داری تو؟ اولا خود نخست وزیر باشه، خود نخست وزیر باشه، رمان به عنوان رمان، تو به عنوان به اصطلاح منقد کارت نقد اونه. اینکه حالا این چون برادر اونه کتابش رو نقد نکنیم، دقیقاً از جنس اون خرقه بخشی ابلهانه ای بود که آل احمد استادش بود و خوشبختانه در این دوران و در دوران پسا رژیم کسانی مثل او و منادیان مداحان تشیع مثل او به گمان من دیگه محلی از اعراب نخواهند داشت. من موقع از تلویزیون اخراج شده بودم از همه سمت ها و یک از دوستان که در روزنامه اطلاعات بود میرم به دادگاه های انقلاب، گزارش آورد که برخی گروه های سیاسی از جمله حزب توده در دادگاه های انقلاب خیلی فعالن. حالا همیشه وقتی راجع به
دادگاه یا صحبت کردیم بیشتر این روحانیت بودن که پررنگ شدن حضورشون در دادگاه. میخوام ببینم که احزابی هم بودن که مشوق کشتار هویدا باشن، در پشت نقشی داشته باشن، یا حتی دولت‌های غربی. میدونیم که فرانسوی‌ها خیلی نگران حال هویدا بودن، یا حتی بلژیکی‌ها. و آیا دولت‌هایی هم بودن در دنیا مثلا روس‌ها که علاقمند باشن هویدا از صحنه حذف بشه هر چه زودتر؟ من در مورد دولت ها ندیدم، اسناد شوروی رو من ندیدم، در اون دوران نمیدونم، ولی حزب توده قطعا در این قضیه فعال بود. مجاهدین خلق در اون زمان فعال بودن، چریکهای فدایی خلق. تقریبا اکثریت گروه های سیاسی در اون زمان به اصطلاح شدت عمل انقلابی بودن، فکر میکردن که با شدت عمل انقلابی میشه یک انقلاب به اصطلاح به قول خودشون راه انداخت. من فکر میکنم تو این قضایا نقش حزب توده هم در اداره دادگاه ها مهمه، ولی مهمتر از اون که احتیاجی به اسناد هم نیست، نظرات خودشون در اون زمان ملاک میشه قرار گرفت، و اون چیزایی که زیر شکنجه در زندان هم ازشون اقرارهایی که گرفتن من به اونها مثلا اعتنا ندارم، ولی حرفهایی که در اون زمان میزدن، کارهایی که در اون زمان من خودم شاهدش بودم در دانشگاه میکردن، چون تا 1982 آخر اینا رسمن قبل از اینکه رژیم علیه خودشون اقدام بکنه واقعا علیه همه گروه ها اقدام میکردن، خبر میدادن. در ماجرای قطب‌زاده ویسی ساخته اونجا کاملا معلومه که یک نقش بسیار مهم در لو دادن قطب‌زاده، اصلا شاید دام چیدن برای قطب‌زاده حزب توده و کاگبه بوده. یعنی اون دوران به گمان من برای حزب توده دوران بسیار پرننگی است، و این گمان باطلشون که اگر برای رژیم خبرچینی کنن تمام ماجرای نوژه رو یه جوری اینها نقش اساسی داشتن دیگه در لو رفتنشون، و اون به گمان من از این شعارهای توخالی که هم اکثر گروه ها میدیدن، بعضیشون عقلشون میرسید و متوجه بودن که خطر داره میاد، بعضی گروه های حتی در گروه های چپ بعضی بودن، گروه های کوچیک بودن که میگفتن اون چی که داره میاد انقلاب نیست، ضد انقلاب، فاشیزمه، یک نوع بناپارتیزمه، ولی اینها اقلیت بودن، اکثریت کسانی بودن که صدای انقلاب زده بودنشون و خشونت بیشتر رویت میدونستن. آخه یه دوشه میدانی تو این دوران مثلا یادم میگه خلبان بوده و به مقام شهرداری میرسه، چیزی حدود 7000 ملک رو به نام خودش، دوستانش، بستگانش، اقوامش و فلان، 7000 ملک به نام گفته مقامات شهرداری تهران. این که میگن امیر عباس هویدا بعد از 13 سال صدارت رو بودن در دربار هیچی نداشته، درسته؟ من هیچ کسی ندیدم که در مورد هویدا بگه که کوچکترین نادرستی مالی شخصی داشته. میگن به گمان من از اون بابت درست میگن که در مقابل نادرستی های دیگری که کسانی که در مثلا کابینش بودن شهرت داشتن به نادرستی سکوت میکرد یا در واقع حرفی نمیزد، اون به گمان من اون ایراد وارده، ولی اینکه خودش شخصا کوچکترین نادرستی داشته باشه، در خونه با مادرش زندگی هم یا آپارتمان داشت، پیکان داشت، پول خارج نکرده بود و از یعنی اصلا قابل قیاس با این دوزایی که الان سر کار هستن نیست. الان وزیرای ما میبینیم که دختر وزیر میبینیم که میلیاردها تومن این بر اون بر کرده، احتکار دوا کرده، فلان وزیر میبینیم که تو 20 تا هیئت مدیره نشسته، فلان شهردار رو میبینیم که به قول شما 7000 ملک این بر اون بر کرده، خواهرش نمیدونم، زنش، خودش شریک آقا مشتبه هستن، در مالسازی درست چیز کردن، و نه تنها همه ملت اینو میدونن، نه تنها حتما آقای خامنه اینا رو میدونن، ولی چون مثلا مادر این وابسته به زن خامنه ایست، درغم تمام سیلی هایی که مردم به این زدن، در هر
تلاشی که کرده دست رد بهش زدن، الان دارن سعی میکنن رئیس این مجلس فکسنیش انتصابیشون رو هم بکنن. یعنی رهبری فعلی ایران انگار دائم میخواد با یک میخ در چشم مردم بکشه و بگه که شما محلی از اعراب ندارید، که خب در ذهن اونا ندارن دیگه. در ولایت فقیه مردم صغیرن و آقایون به عنوان ولی براشون میتونن تعیین تکلیف بکنن، ولی اصلا باور نکردنیه برای من. اصلا هویدا واقعا با هیچ کدوم از اینا قابل قیاس نیست از بابت اون میگم درست کاری خودش. و برادرش من میدونم که در سالهای آخر عمرش من باش مصاحبه میکردم، در مزیقه مالی بود، خونهشو فروخت برای اینکه بتونه در یه خونه دیگری ارزونتر در یک دهی از نیویورک رفت، در یک دهی در خارج واشنگتن زندگی کرد، برای رسما مثلا $1,000 مقاله می نوشت. کسی که یه زمانی در کلیه دو سینما بوده، شما فکر کنید برادران این کسانی که رأس امور هست رژیم چی میگه؟ اونم برادر نخست وزیر مملکت برای 13 سال بود، خودش نماینده ایران در سازمان ملل بود و قبلش هم در فرانسه برای خودش بروبیای داشت. اینها اصلا جنسشون جنس چیزشون فرق میکرد با اکثر اینها. اینها واقعا نوبرن، امثال قالیباف و امثال رفیق دوست و امثال هادی قفاری. و هادی قفاری یکی از سوداورترین شرکت‌های خاورمیانه رو بهش دادن، استارلایت رو، که از یه خانواده مذهبی به زور گرفته بودن بهش دادن. دو قرط و نیمش هم الان بعد از 40 سال باقیه. یه شرکت ورشکسته رو به ما دادن، ما مجبور شدیم خرجش رو بدیم. روی اینها و بعد بلایی که 50 شرکت رو، 52 خانواده رو اموالشون رو مصادره کردن. ببینید چی از اون شرکت ها مونده، ببینید از ایران ناسیونال چی اینها باقی گذاشتن، از شرکت های لاجوردی ببینید چی باقی گذاشتن، از خود استارلایت ببینید چی باقی گذاشتن. برای همینی که به دوران پسا رژیم نزدیکیم و امیدوارم هرچه زودتر بیاد، برای اینکه هر چه آقای دوستان میلادی، به نظرت میشه رهبری در دنیا پیدا کرد که این همه مخالف دور خودش جمع کرده باشه و سعی کنه اونا رو جذب بکنه، بهشون کار بکنه؟ محمد رضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران، نگاه کنیم به اطرافیانش، کسانی که وزیر او هستن و دولت او رو تشکیل میدن، اغلب از جناح چپ آمدن یا از جناح جبهه ملی آمدن، بیشترین از این ترکیبه. فکر کنید آقای علی خانی، آقای فریدون مهدوی از جناح میانه از طرف ملیگراها، آقای علی اردلان همینجور از چهرهای صاحب منصب جبهه ملی، حضرت که از کنم آقای رسول پرویزی، آقای فیروز شیروانلو در دربار، آقای پرویز لاشایی لژیون خدمتگزاران بشر از جناح چپ، برام خیلی هستن، یعنی یک کار. آقای محمد باقری از حزب توده در دربار ایران، یعنی معاونت دربار. این علاقه پادشاه به اینکه این مخالفانش جذب بکنه، به نظر میرسه که در فکر این بوده که به تدریج برسه به توسعه سیاسی یا نه؟ من فکر کنم حتما در فکر این بود که بالاخره به یک روزی به توسعه سیاسی برسه. دائم میگفت دیگه، میگفت الان ایران آماده دموکراسی نیست، حتی اگر موافق اون نظر نباشیم. برای نظر شاه این بود که میگفت ما در یک آینده ای حتما به توسعه سیاسی خواهیم رسید. و بعد تلاشش هم دقیقا در این بود که از طیف هرچه وسیع تری جمع بکنه، همونطور که گفتید از پانیرانیستا بگیرید تا حزب توده و طرفداران حتی خلیل ملکی، همه
در چهارچوب اون رژیم کار بکنن بود. گاهی من فکر میکنم اشتباهاتی در این زمینه میکرد، مثلا میگم چون در این مورد من میکا نمونه یه بارز کسی بود که از یک موضع مخالفت جدی با شاه میاد زندانش میکنن، حالا دلیلی که برای زندانش میکنن دلیل به یک روایتی واهیه، دستی در کشتار شاه نداشت، کشتار شاه رو همین طرفداران سعی کردن بکنن، از مرده همون نواب صفوی و اینها بودن، ولی به هر حال یکی از اینا در تماس بود. قتل شاه رو به حساب این گذاشتن، براش حبس بریدن، 4 سال از حبسش رو کشید. بعد از اون تصمیم گرفت که اشتباه میکنه و تصمیم گرفت اپوزیسیون ایران هم اشتباه میکنه، هم به اپوزیسیون نامه نوشت، هم در واقع به رژیم. از این لحاظ تاریخی نگاه بکنید به رژیم میگه که من اشتباه کردم، شما اجازه دید من بیام بیرون، میخوام برم. به اپوزیسیون هم نامه می‌نویسه در خارج از ایران، میگه که من حاضرم هر جا شما میخوایید بیایم، بیام باهاتون بحث بکنم، حرف شما اشتباس، ایراد شاه داره، ولی در شرایط فعلی بهترین آلترناتیو برای ایرانه. هم اپوزیسیون درشو در آوردن، نیکاه خائن، یک بلای نیکاه که از قهرمانان کنفدراسیون بود، به محض اینکه گفت من اشتباه کردم، 4 سال حبس کشیدم، انگار حق تغییر نظر نداره. همونطوری که برای تشیع اگه مسلمان به دنیا نداری اعدامت میکنن، اگه بخوای بگی میخوام برم مسیحی بشم، باهایی بشم، یهودی بشم، اونا هم اگر میگفتی شاه هم بهش اجازه نداد که بره اون کاری که داشت میکرد بکنه، بره تو دانشگاه درسشو بده. یعنی در این مورد گمان من یه اشتباه بود، ولی حرف شما کاملا به نظر من درست، شاه تمام این تلاشو میکرد. رضا شاه به گمان من، برای من خیلی جالبه، یعنی رضا شاه با تمام شواهدی که در دست است انتخاب میکردن در دوران رضا شاه بدون کوچکترین نظری به اینکه این آقازاده است، اشرافزاده است، بهایی، آسوری، ارمنی، مسلمونه. من از مهدی سمیعی شنیدم که کنکور گذاشتن برای اینکه یه عده‌ای رو بفرستن برای حسابرسی و اقتصاد، گفت به خود سمیعی اپریم که بعد شد استاد دانشگاه، اون ارمنی بود، توشون بهایی بود، توشون آسوری بود، توشون مسلمون بود، اینا رو میفرستادن که تحصیل کنن. اکثر اینا که برمیگشتن مخالف شاه میشدن، در اونجا هم گاهی مخالفت میکردن، ولی رضا شاه یک بار و محمد رضا شاه یک بار سعی نکردن فرستادن دانشجو به خارج رو متوقف کنن، چون فکر میکردن یه بهایی میدن برای این کسانی که میرن اونجا مخالف میشن، بعضیشون که برمیگردن میرن زندان، ولی ایران کرده نیاز داره برای اون توسعه سیاسی اقتصادی، ایران بهش نیاز داره، و اینا پدر و پسر هر دو حاضر بودن بپردازن. اینا اصلا داغون میکنن اگر کسی چنین کاری بکنه. اینا اولا فقط آقازاده ها رو میفرستن، آقازاده ها رو میفرستن با بورسای عظیم و عریض و طویل، هر کدومشون هم میان اینجا عوامل نفوذ رژیم میشن، تبلیغ برای رژیم میکنن، کوچکترین دخولی از این کار بکنن بورسشون قطع میشه، تو خانواده در ایران خانوادهشون مورد فشار قرار میگیره. اینا خانواده بی بی سی رو بل نمیکنن، چه برسه به کسانی که ازشون مثلا بورس گرفته باشن. یعنی تفاوت رژیم شاه که منافع ایران رو با این هیئت حاکم فعلی آقای دکتر میلانی عزیز،
چون یک پژوهشگر واقعا بی‌طرف و بی‌غرضید، بارها این اثبات کردید آنجا که لازم بوده، حتی گفتید این اطلاعات رو من نداشتم، این اطلاعات اضافه شد و بلافاصله اون رو به عنوان یک داده مدخلیت دادید در کارهای پژوهشیتون. یه همه شما قبول دارم. من باز با خوندن کتاب هویدا و بعد اطلاعات بعدی شما درباره هویدا متوجه شدم که هویدا در هر جای دنیا اگر می بود هویدا بود، یعنی احتمالاً با افتخار چنین مقامی رو بهش میدادن، ازش میخواستن نقشی داشته باشه در هدایت و اداره مملکت. همین وضعیت رو امروز از کلام شما استنباط میکنم که بهترین چهره برای ایران هم مثل که محمد رضا شاه پهلوی بوده، یعنی اگر حکومت رو ادامه پیدا میکرد ما امروز جز کشورهای جز دست کم در 15 کشور نخست دنیا بودیم. همینه یا من دارم اشتباه؟ حتما همینه به گمان من. من اینو بارها گفتم که اگر فرایند رشد اقتصادی ایران که در دوران محمد رضا شاه شروع شده بود ادامه پیدا میکرد و مطالعاتی شده، چندین مقاله در این مورد من در چند جا بهش خودم اشاره کردم، حتی در کتاب نگاهی به شاه اشاره کردم، اگر اون تحول ادامه پیدا میکرد قطعا ایران امروز با کره رقابت میکرد، قطعا به گمان من با تایوان رقابت میکرد. برای اینکه کره و تایوان، ترکیه را اصلا من وارد محاسبه نمیکنم، چون خیلی با ترکیه هم مقایسه میکنن، چون ترکیه در اون زمان از ایران عقب بود، درآمد سرانه نصف ایران بود، الان دو برابر ایران شده، ولی با کره و با تایوان مقایسه میکنم، حتما ایران رشدش از اونها بیشتر بود. برای اینکه ببینید تمام شاخص ها داشت در اون جهت حرکت میکرد. ما جریان فرار مغز ها که الان در 40 سال اخیر ایران رو از بعضی از بهترین دانشمنداش، بهترین استاداش، بهترین طبیباش، بهترین فرزنداش، مهندسینش و وکلاش، زنان مبارزش تهی کرده، در اون زمان اون جریان کاملا برعکس بود، حرکت مغز ها از بیرون به داخل بود. مثلا من وقتی که دکترا گرفتم، حالا من کلم به قرمه سبزی میداد، مخالف شاه بودم، اشتباه میکردم، ولی اصلا برام مطرح نبود که در خارج بمونم. دو هفته بعد از دکترا من در ایران بودم. الان کمتر از 10% اینایی که میان اینجا دکترا میگیرن طبق آماری که من دیدم برمیگردن به ایران، بقیه همه در فکر اینن که اینجا بمونن. تازه من محاسبه این یک نزدیک تریلیون دلاری که به جیب این مدت اومده نمی کنم. شما همون روال رو فقط ادامه می بدید، یعنی این کاهش عظیم قیمت نفت رو که در دوره 100 میلیارد دلار به جیب اینها اومده، 60% کل درآمد نفت ایران از روزی که نفت در ایران کشف شده. ببینید در دوران احمدی نژاد یه دوران مقالاتی در این مورد نوشته شده، در همین گروه ایران شناسی دانشگاه ما یه گروهی هست به اسم ایران، آقای خامنه‌ای هم خیلی بهش علاقه داره، بهش یکی دوباره اشاره کرده که اینا دشمنان ما هستن، چون تو مقالات اونا نشون میدن که چه ادعاهای جمعیت شناسی ایران هست. شما تحول جمعیت شناسی ایران نگاه کنید، در دوران احمدی نژاد یه دوران بسیار بسیار مهم بوده، اون به اصطلاح یه فرصت جمعیت شناسانه بوده، اگر سرمایه گذاری میکردن، اگر کارآفرینی میکردن، آینده ایران برای 50 سال آینده تضمین بود. اگر نمی کردن که نکردن، همش سوریه دادن یا به فکرهای ابلهانه احمدی نژاد در ایران چپو کردن، اگر نکردن آینده اقتصادی ایران رو داغون کردن، برای اینکه تا 20 سال دیگه جمعیت ایران اکثرش مسنترها خواهند بود و تعداد کسانی که بتونن خرج بدن با کار و با بیمه
کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی اونا رو هم تازه در نظر نگیرید، 700 میلیارد پول یامف اقتصاد ایران بهتر بود. من فهم کنم نیکا درکش درستتر از ما که در اپوزیسیون بودیم بود، که میگفت ایراد بر شاه حتما هست، من وارد بود، ولی بهترین آلترناتیو در اون 50 سال هم رضا شاه بود و هم محمد رضا شاه. اینها یک کشور ورشکسته در و یک کشور به غایت شتابنده در جهت تجدد رفته رو تحویل دادن، و اینا اون کشور شتابنده در حال رشد رو تحویل گرفتن. ببینید الان چی به جهان و به ملت ایران تحویل دادن. ارقام رو نگاه بکنید، تعداد مهاجرین رو نگاه بکنید، بیکارها در ایران رو نگاه بکنید، معتادها در ایران رو نگاه بکنید، افسرده ها در ایران رو نگاه بکنید، رشد اقتصادی ایران رو نگاه بکنید، ملت ایران رو در مقابل چین نگاه بکنید، ایران رو در مقابل روسیه نگاه بکنید. در این کتابی که همین چند ماه پیش دانشگاه ما چاپ کرده، مجموعه از اسناد دوران پهلوی، آرشیو زاهدی بوده، منتخبی از این اسناد که من انتخاب کردم و یه مقدمه برش نمشتم و توضیح دادم، برید ببینید تو اونجا. ما این سند رو چاپ کردیم، ترجمه فارسیش هم انگلیسیش هم هست. متن گفتگوی محمد رضا شاه که ما که در اپوزیسیون بودیم میگفتیم نوکر سرسپرده امپریالیسته، با سفیر شوروی دریدم 1967، پدر شما گفتیم فلان تعداد هواپیما میتونه در ایران پرواز بکنید با چنین شرایط، هم در مورد دادش رو گفتید هم فلان چیز گفتید. یعنی با یه قاطع و مطمئن از خودش اون رو مقایسه بکنید با جوری که سفیر چین با نماینده رسمی دولت ایران در مورد کرونایی که از چین آمده نصف جهان رو داغون داره میکنه، ولی با چه زبانی صحبت میکنه. این دوتا رو مقایسه بکنید، صحبت کنونی سفیر چین، سفیری که باید عذرخواهی بکنه، لحن طلبکارش رو، با شاه در 1967 نه 1975. 1975 به آمریکا میگفت به ما دستتو تکون نده ما مشت به جواب میدیم. در آمریکا با 1972 به نیکسون که نزدیکترین رئیس جمهورش بود تو نامه میگه که من حاضر نیستم سر قضیه نفت کوتاه بیام، شما باید کوتاه بیاید. سر قضیه اتمی شاه کوتاه نیامد، سر غنی سازی اتمی شاه کوتاه نیامد، در مقابل انگلیس، در مقابل آمریکا، به خصوص نه انگلیس، آمریکا که میگفتن غنی سازی نکنی، شاه کوتاه نیامد. من با اینکه ایران بره در جهت غنی سازی در اون دوران فکر نمی کنم درست باشه. مقاله نوشتم با یکی از برجسته ترین فیزیکدانهای اتمی آمریکا به اسم آقای سیکهکر، توصیه ما اون بود که ایران اون زمان باید راه کره رو میرفت، کره غنی سازی رو ول کرد، رفت در جهت صنعت گرفتن، صنعت اتمی گرفتن، الان شده صادر کننده عمده نه تنها کیت تشخیص کرونا، نه تنها موفق ترین برنامه مبارزه با کرونا داشته، صادر کننده صنعت اتمی هم هست. ایران رو ببینید در یوزش، رو ببینید در مقابل روسیه، در مقابل چین، در مقابل کره، یه برنامه اتمی ده ها میلیارد دلار خرجش کردن. اینها اون تفاوتایی است که برای من شک نمیگذاره که در اون زمان قطعا اون بهترین انتخاب برای ایران اون بود. انتخاب بهترش اجرا میکرد، ولی به مخالفین هم مخالفین غیر مذهبیش، چون دوباره اشتباه شاه به گمانه بود که مذهبی ها رو دستشون رو باز گذاشت، غیر از خود آقای خمینی که تبعیدش کرد و یکی دو از این تروریست های فدایان اسلام، بقیه شون رو دستشون رو باز گذاشت که هر کاری بخوان بکنن دیگه. یعنی چند تا مسجد ساختن، چند تا حوزه ساختن، چند تا مدرسه علمیه ساختن، و حاصل همون شد که بود.
داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر عباس میلانی عزیز، همیهنانم، تاریخ نگار، پژوهشگر، نویسنده و یک قلم سحار و خیلی روان، خیلی روان، خیلی روان. موضوع بحث ما هفته هاست درباره تشریع بعد از جمهوری اسلامی یا پس از جمهوری اسلامی. موضوع خیلی خیلی مهمی است به نظر من. ما الان منظری در برابر داریم که به نظرم خیلی ساده میکنه شکل و شمایل ایران آینده رو. این پس رو با آقای دکتر عباس میلانی در میان گذاشتیم. سه هفته است در بارش داریم صحبت میکنیم. یه بنگاه اشاراتی اینطور که سارا خانم ایرانی عزیزم به من اطلاع دادن، در کانادا خواهان انتشار این سلسله گفتگوها هستند. عالی، بسیار عالی، به شرطی که ویرستاری نهایی با شخص خود آقای دکتر عباس میلانی باشه. حتما این کار رو خواهیم کرد. دکتر میلانی عزیزم، مجدداً درود بر شما. سلام به شما. ممنونم. خب دکتر میلانی، چند تا توییت کردید شما، من توییت های شما رو خوندم، به نظرم پغرده چند اشاره داشتید. یکی درباره دریافت بچه صندوق توسعه ملی، یعنی صندوقی که قاعدتا مال آیندگان، مال آینده ایران، اصلا ربطی ما نداره. بزرگترین صندوق توسعه ملی دنیا متعلق به نروژی هاست. این کشور کوچک یک سرمایه کلان و بزرگ برای آیندگان خودش کنار گذاشته. میگه این چیزی که منابع زیرزمینی مال ما فقط نیست، مال آیندگان هم هست. جمهوری اسلامی تا به حال فقط و فقط هزینه کرده و بردار کرده و لا غیرکاری هم برای مردم انجام ند. آقای دکتر میلانی دو توییت کردن. یکیش میگن بعد از 11 روز بالاخره آقای خامنه‌ای موافقت کرده که پولی از صندوق توسعه ملی بردارن. یادون باشه در دوره آقا بعد از مرگ آقای سلیمانی چه کردن؟ سریعا دست دادن و دو برابر این پول صرف سپاه قدس شد. آقای دکتر میلانی میفرمایند مقام آقای خامنه‌ای مندرآوردی است. میفرمایند شخصیتی هستند نامنتخب و ناپاسخگو. کسی اونشون رو انتخاب نکرده، به کسی هم پاسخی نمیدن. اصلا مهمتر اینکه تو این وسط مفهوم ملی رو همیشون تخریب کردند. صندوق توسعه ملی اسمش دیگه، و جان هزارها نفر رو در ایران به خطر انداختن. در دوره بحران کرونا، بحران بزرگ و تراژیک، هم آقای خامنه‌ای غایب بودن. یعنی غیبت آقای خامنه‌ای کاملا محسوسه. آقای دکتر سراپا گوش. اولا واقعا دقیقا همینطوره. فقط من باید عرض کنم که موافقت رو من در توییت تو گیومه گذاشتم، برای اینکه یعنی چی موافقت کردن، چی کارن ایشون که موافقت بکنن؟ این صندوق ملیه. اگر مجلسی می بود، حتی مجلس به اصطلاح واقعا نظارت استقابی شده خود اینا، مجلس باید تعیین بکنه. مجلسی که عملا بستن، خودشون تصمیم میگیرن. موافقت کردن او یعنی چی؟ یعنی واقعا اینها گمانشون دوباره اینه که مملکت ملک تلق آقای خامنه ایه. همونطور که نزدیک 100 میلیارد دلار در وابسته است در مطلق خودشونه، هر کاری میخواد میکنه، حسابم پس نمیده. این بار هم تو اون صندوق به اصطلاح توسعه ملی با موافقت، به اصطلاح موافقت ایشونه. چه مقامی ایشون داره در ایران؟ یعنی مفهوم ولایت فقیه، اکثر خود علمای تشیع میگن یه مفهوم من در آوردیه، یه مفهومی که آقای خمینی در آورده و مستمسک قدرت. اینا هم الان 40 ساله با ادعای اون قضیه، ادعای توهین آمیز به ملتی که 100 سال پیش انقلاب مشروطه کرد. بقیت و سیف شیخ فضل الله نوری مرتجع الان حاکمیت دارن به ولایت. علمای اون زمان مرتجعش دونستن و حکم به اعدامش دادن.
یه بچه دیگه 11 روز آقا منتظر بود. منتظر چی بودی؟ اگر این پول 1 میلیارد یورو است و در لحظه ای که همین حتی در این سیستم معیوب اهانت آمیزی که شما موافقتتون لازمه در جا باید موافقت میکردید، مگه چیزی اگر آینده ای قرار برای ایران وجود داشته باشه میگذره، سلامت نسل فعلی میگذره. شما این رو با 11 روز تاخیر انجام میدید. در قضیه سیل هم وقتی که میخواستن برداشت بکنن موافقت نکردن، ایشون هی تأخیر رو تعلل کردن و حالی که داغون شه این حالا یه جانشون رو میبازن، یه تجربه بسیار تلخی دارن، یه دهی ممکنه بقیه نتیجه این تنگی نفس تأثیر پیدا بکنه. و بعد ایران ببینید آینده اقتصاد ایران وحشتناکه با این سیاست هایی که اینا دارن پیش میگیرن. میدونم دارن سعی میکنن زودتر را بندازن، دیکان خود رژیم احتیاجی نیست به خارج کشوری ها گوش بکنید. ببینید در بعد روحانی و دار و دستشون میخوان بذارن این تعداد به کرونا و کشته شدگان به کرونا اضافه بشه، زیاد بشه، فشار بیاد رو آمریکا برای اینکه این حاضرن مردم رو، هزاران نفر از مردم رو سپر بکنن برای اینکه باج سیاسی بدن. بعد در همون زمان که دنبال این باج گرفتن هستن تهدید هم میکنن، اجامر اوباش رو میفرستندن به سفارت سوئیس که میگن در ایران تولید شده. یعنی کوتاهیه. و در این مدت ایران، در این ماهی که ایران با بزرگترین شاید واقعا بحران 50-60 سال اخیر روبرو شده، مثلا او که در هر مسئله اظهار نظر میکنه، مسئله جهان اظهار نظر میکنه و مرد جهان رو تکون داد، دنیا رو تکون داد. این پیام فرانسه جوانها رو زیر رو کرد، در انگلستان بارها بسته شد برای اینکه برن بشینن صحبت‌های آقا رو گوش بدن. در این مدت چیکار کردن؟ یه بار با آقای مرندی کنارشون نشستن و گفتن که مواظب باشید صحیفه سجادی هم یادتون نره. از دکترام تشکر میکنم که 70-80 تای دکتر و پرستار تا به حال حداقل کشته شدن، در شرایطی که رهبران مسئول دیگه جهان هر روز میان جواب میدن. آقای خامنه‌ای یک بار با یه نفر تا به حال مصاحبه نکرده در این 35 سال، در این 30 سالی که رئیس مملکت بوده. آقای خمینی حداقل با چند روزنامه‌نگار در زمان خود جواب کرد، سوالای چالشی به ازش کردن، یک بار مصاحبه نمی‌کنن. یه روزنامه‌نگار برگزیده خودشون، حتی روزنامه‌نگار تلویزیون بیارن بشینن دو تا مصاحبه نیمه جدی هم بکنن نمی‌کنن، برای اینکه فکر می‌کنن اصلا در شأن مقام ایشون نیست که به کسی جواب بدن. اناموچ صادر میکنن، هر وقت هم دلشون خواست سکوت اختیار میکنن. چطور میشه در این یک ماه شما سکوت اختیار بکنید؟ یک بار حاضر نشید بیایید صحبت بکنید، مسئولیت بپذیرید، بگید موافق این کارا هستید یا موافق این کارا نیستید. الان مملکت رو باید باز کرد یا باید بست؟ نمیشه کنار رو همش بشینید بعد بود بگید بله من پیام، اگرم مطلوب نبود بگید بله من پیام‌های خصوصی میدادم، من مخالف این قضیه بودم. همون کاری که با برجام کرد، همون کاری که با همه تصمیم‌های دیگه کرد. نمیشه تمام قدرت رو در دست خودتون باشه و هیچ مسئولیتی در قبالش نپذیرید. خودتون جمع کنید که وقتی که مثلا من معافیم به نزد
دکترا گوش بدن همه ردیف میشن که به به خیلی متشکریم، رهبری داغانه شما بود، از حمایت شما متشکریم، اگر نجاتی باشه به خاطر همین قضیه است. و مردشون نه تنها این زوبان مجیز آقا رو میگن، مجیز چین هم دارن میگن. الان مجیزگوی چین شدن. در فضای مجازی این به اصطلاح ارزشی ها چه دفاعی از چین میکنن، چه دفاعی میکنن، یعنی یک انترناسیونال مستبدین درست شده و اینها تمام درس های بد اونها رو، درس های استبداد اونها رو یاد میگیرن، ولی درس های که ممکنه بکنه یا جرأتش رو ندارن یا با اون کار رو انجام نمیدن. قرنطینه اول بایستی قم رو قرنطینه میکرد، رو میگفتن هم این کارا رو نکردن. ما خواستم بهشون بگیم چجور کرونا مبارزه کردن. تشکر. آقای دکتر میلادی، خیلی از رهبران فکری و مذهبی داشتیم که در مذهب خودشون حل شدند. آقای خامنه‌ای روشی داشته اینه که مذهب رو در خودش حل کرده، یعنی او شده نماد تشیع، در این حال خودش رو رهبر مسلمانان جهان رو هم معرفی میکنه، هم خودش هم اطرافیانش. خب به ترتیب آقای خامنه‌ای آینده تشیع رو به خودش، آبروی خودش، حیثیت خودش، اسم و رسم خودش یک جوری وصف کرده. اگه ایشون خس بشه، رژیمش سقوط بکنه، چه بر سر تشیع میاد؟ که آقای خامنه‌ای بر سر تشیع آورده، هم به لحاظی که شما میگی، اون لحاظ خیلی مهمیه، و یه لحاظ دیگه هم این تقریبا تمام نهادها وطن مستقل از دولت بودن، نهادهای سنتا متکی بر بازار بودن، نهادهایی که سنتا متکی بر کمک مردم بودن، همه رو راندخار کرده، همه رو ریزخار دولت کرده. من واقعا فهم میکنم این ساختمانهایی که در قم ساختن، این حوزه هایی که در قم ساختن، این بودجه هایی که در اختیار آخوندهای مختلف گذاشتن، از برادر خودش بگیریم که رئیس یک حوزه مرکز تحقیقات به اصطلاح فلسفه، برادر خودش، شما کافیست همین برادری که الان میلیون ها میلیون دلار در اختیارش گذاشت آقای خامنه‌ای برای اینکه تحقیقات بکنه، برید ببینید مقدمه ای که خود آقای خامنه ای بر ترجمه یکی از کتاب هایی که از سید قطب کرده، خود آقای خامنه ای شروع کرده، بعد خامنه ای رو تبعید کردن، اخوی ایشون ادامه داده. برید اون مقدمه رو بخونید، برید در مورد این کمیته چی میگه، در واقع میگه که این نمیتونه ترجمه بکنه، من مجبور شدم همه رو ویراستاری بکنم. و درستم میگه، ترجمه های خود آقای خامنه‌ای خیلی بهتر از این برادر است. برادره این هم کردن رئیس یکی از این 29 مرکز مختلف تبلیغات نظرات آقای خامنه‌ای در آن ایجاد کرد که یکیش جامعه المصطفی است که 700 فقط طلبه چینی آورده بودن در قم. خودشون میگن 80,000، بالای 80,000 نفر از اقصا نقاط دنیا جمع کردن که بیان همین حرفا رو بهشون یاد بدن. برید روزنامه های جامعه المصطفی رو بخونید، ببینید چی میگن در مورد جاهایی که خیلی هاش حتما کذبه،
مبالغه است، برای اینکه هرچی مبالغه بکنم پول بیشتری میگیرن، دکونه براشون، دکونه اونا رو من متوجه هستم، ولی تمام این کردن این قضیه است. تشیع آغازش در ایران به عنوان یک جریان مخالف عرب بود، جریان آغازش بخش های مهمی از فرهنگ ایران باستان بود، تبدیل شده بخش عمدش، نه همش، هستن روحانیون تشیع که نمیگیرن پول از دو، هستن که آخوند درباری فعلی شدن آینده تشیع رو به خطر میاندازه، اصلا مفهوم آیت الله رو اینا هستن از سکه انداختن. دوباره میدونید یکی از بدترین کارهایی یه محقق درخشانی یک کتابی نوشته به اسم زبان در آلمان نازی، کسی آقای مرحبی بود و در پتوبن خیلی تخصص، میگه آلمانان نازی ها بلایی که بر سر زبان آوردن مفاهیم رو از معناش توهی کردن، یه معنای کاذبی داشت، از مفهوم ملیش بگیرید تا مفهوم آیت الله، هر کسی که مدافع آقای آیت الله شدنش به قول یکی دیگه از آیت الله ها با قیام و قعود انجام شده، یه از کتاب در تاریخ با قیام و قعود آیت الله میشه کرد، آیت الله رو توهی کردن. برجسته ترین آیت الله زمان آقای خمینی رو، این آقای شریعت مداری رو ببینید چه بلایی بر سرش آوردن، آیت اللهی که بعد افقه آقایون بود، بعد از آقای خمینی، بعد از اینکه شریعت مداری آوردن آیت الله منتظری بود، ببینید چه بلایی بر سر اون آوردن، توهی شده، جوک شده، مسخره شده. مفهوم حوزه از اون مفهوم سنتیش کاملا تویی شده. اینایی که ببینید چی میگن، کدوم یکی از آیت الله ها الان اومده در مورد این قضیه گفته من حاضرم مثلا از سهم امام خودم خرج بکنم، در شهر خودم، ده خودم کمک بکنم به کارگرای بیکار، این پولایی که میگیرید چرا نمیتونید برای این کارگرایی که کارگرای روزمزدی که چاره‌ای جز کار الان ندارن کمک بکنید، دولت که نمیتونه بده، چرا اینا از این پول‌ها استفاده نمیکنن؟ نمیکنن چون وابسته به دربار و این نهاد رو به گمان من مثلا کل اون نهاد رو به یک چیز کرده که راندخار دولت و چون راندخار چیزگوی دولت و لاجرم از اون معنای تاریخی که وجود داشت توهی شده و در آینده به گمان من دیگه محلی از اعراب نخواهد داشت. تشکر از توضیحات، چون اشاره فرمودید به این آیت الله ها و این خمس و زکات عظیمی که میگن، این ثروت های کلانی که اندوختن، نگاه میکردم به فهرست هزارها نهاد و بنیاد و شخصیت مذهبی و غیر مذهبی، حتی مذهبیون هم در این وسط فعالن در جریان کمک رسانی به جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کمک به اصطلاح پیدا کردن راه درمانش. و برید به سلبریتی ها مثل خانم مادونا که دیروز $1,000,000 داد به آقای بیل گیتس، برای آقای بیل گیتس، خود آقای جف بیزوس، آقای ایلن ماسک صاحب کارخانه اتومبیل سازی تسلا، همه کاروارش رو بل کرد و افتاده دنبال تولید دستگاه های تنفس مصنوعی، اولین نمونهش رو هم تولید کرد با ابزار اتومبیل، ابزاری که در ساخت اتومبیل به کار میره، سرهم کردن و یک دستگاه خیلی مدرن ایجاد کردن. شرکت صنایع اتومبیل سازی فراری در ایتالیا کار کسبش رو رها کرده و مال افتاده دنبال همین کار، یعنی خط تولید رو کاملا تغییر دادن. و خیلی ها، خیلی از شخصیت های معروف مذهبی و غیر مذهبی، هزاران مؤسسه خیریه که
اغلب وسیله گروه های مذهبی در آمریکا اداره میشه واقعا دارن پول میدن و کمک میکنن، همه دارن کمک میکنن. در ایران آقای دکتر میدانم تو که اشاره کردید، من ندیدم روحانیون با اینکه میلیاردها تومان در سال خمس و زکات میگیرن، مکای دولتی میگیرن، حتی یک شاهی هزینه کرده باشن در این راه، یا کسی قدمی در این راه برداشته، بیانیه ای داده باشه بگه منم کمک میکنم. من ندیدم، شما دیدید؟ منم ندیدم. ادعاشو میکنند، یعنی از همین دوباره مرده ای آقای خامنه ای گفت بله ما از حساب فرمان اجرای امام میخواییم تولید ماسک بکنیم، ولی عملا هیچ اقدامی ندیدم. آقای مثلا مکارم شیرازی گفت که بله درس مهم این است که باید توکل بیشتر خدا بکنیم، و چون توکلون به خدا کم بوده این بلا بر سر ما آمده. دادید اصلا اساس این که خود آقای خامنه ای باید در این کار پیش گام میشد دیگه، از همه بیشتر پول دست خودمونه، از اون پول باید میامدن میگفتن خب دولت الان توان دادن پول به کارگرای روزمره. ببینید تمام کارگرای ساختمانی ایران که شب به شب حقوقشون رو میگیرن بعد زندگیشون رو میگذرونن، اونا از کجا زندگی کنن؟ اون دست فروش ها از کجا زندگی کنن؟ و اون کارمند ساده از کجا زندگی کنه؟ اینها الان محتاج این پول هستن. شما رو این پول نشستین ملک تلق پدرتون میدونین، الان هم که جامعه در این خطره برای حل مسائل مردم نمیکنید، رفتید خودتون هر کدومتون یه جایی قایم شدید و بقیه رو میگید برید سر کار، همه رفتید تو قرنطینه. از یک کسی در ایران که طبیبه میشه گفتم ولایتی که مریض شده، تمام آی سی یو یه بخشی رو بردن در منزل خود آقای ولایتی، ازش در آی سی یو در منزل براش درست کردن. خداتون آی سی یو خصوصی براتون تو منزل میارن، به همین خاطر نگران بقیه مردم نیستید. بقیه مردم چیکار بکنن؟ بقیه مردم بیمارستان صحرایی پزشکان بدون مرز تعطیل میکنی به خاطر این خزعبلاتی که مثلا در کیهان نوشته میشه. این هست و اینها میمونه در حافظه تاریخی و اینهاست که به نظر من تأثیر میذاره. یه زمانی وقتی که این مسائل اتفاق میفتاد، روحانیت توان اینو داشت که وارد معرکه بشه و ازش استفاده سیاسی هم میکردن دیگه. زلزله آخرین زلزله‌ای که در دوران شاه اتفاق افتاد، زلزله طبرست، اینا خیلی زود اومدن اونجا چادر زدن بیمارستان رو کمک کردن فلان کردن، برای اینکه یه شبکه‌ای درست کرده بودن برای کمک به مردم، بخشی از به اصطلاح چیز سیاسیشون بود. الان برعکس شده، تمام توان دولت در دستشونه، برای خودشون آقازاده ها و خانومزاده ها گرفتن، ژن خوبا گرفتن، بقیه مردم هم میگن برین خودتون اقتصاد رو درست بکنین، اگرم مردی خب ما از شما آمار درست میکنیم برای اینکه به آمریکا فشار بیاریم تحریم رو علیه ما برداره. تشکر میکنم. همینانم هفته هایی میخوام دکتر عباس میلانی عزیز درباره چویه سی دیگر از ایشون صحبت بکنم، درباره جلال آل احمد. جلال آل احمد مدعی شده یا ادعای سخیبی است به نظر من که روحانیت معاصر هرگز در امضای قراردادهای ننگین سهیم نبود. ادعای آقای آل احمد فکر میکنم خیلی مهمه. به هر حال ریشیابی دکتر عباس میرانی در این زمینه که ما از کجا شروع کردیم، چه شد روشنفکران ما ایستادن پشت سر روحانیت که در واقع مانع و دیواری بود در برابر هر نوع پیشرفت در ایران و هر نوع تجدد خواهی، و برعکس مثلا شاه رو رها کردن که دنبال طرح برنامه هایی بود که بتونه خودش رو با دیگر کشورهای مترقی دنیا همپا بکنه. این حرکت فکری آقای دکتر میلانی بوده. فکر میکنم در بارش باید بیشتر صحبت بکنیم و امیدوارم این موضوع تشیع پس از جمهوری اسلامی که دیدم خیلی ها دارن راجبه صحبت میکنن واقعا تبدیل به گفتمان جدی بشه. گفتمان جدی،
چون آینده در گروه همین مباحثی، در گروه به نتیجه رسیدن درست برپای همین مباحثی است که امروز در میان ما مطرحه. آقای دکتر میلانی مثل همیشه بسیار بسیار آموزنده و سپاسگزارم از شما. چقدر آموختیم از مجموعه اطلاعاتی که شما در اختیار ما دادید گذاشتید و سپاسگزارم ازتون. شما سپاسگزارم. اجازه بدید هفته آینده مزاحمتون بشم؟ مرحمتی شما حتما. قربونتون برم. سپر جان تشکر میکنم. امیر شورتی سپاسگزارم. سارا جان ممنونم. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر هم میانم.